هلو اوریوان، سلام به همگی، وقتتون بخیر. با یک ویدیوی دیگه از یوتیوب با افتخار در خدمتتون هستم با یه موضوعی که میدونم خیلی دستگیرتون خواهد بود، خیلی بهتون کمک خواهد کرد. ولی قبل اینکه بخوام برم سراغ اصل مطلب، یه خواهشی ازتون داشتم. اون همین استش که برای اینکه تمامی ویدیوهای بنده و سایر همکاران توربویی رو ببینید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، عضو بشید و برای اینکه جزء اولین نفراتی باشید که محتوای ما تو یوتیوب رو میبینید، حتما اون زنگوله‌ای که اون بالا میبینید رو فعال کنید که بتونید در سریع‌ترین زمان ممکن ببینید پیامش براتون بیاد و جزو اولین نفرات باشید. خب بریم سراغ محتوای امروزمون، که خب میدونم که شما این کلمه رو خیلی دیدید، how رو خیلی دیدید، ولی با این زاویهش کمتر آشنایی داشتید. این زاویه که میگم منظورم کاربردهای مختلفشه، اینکه به چه شکل میتونه ترکیب بشه و چه معانی به خودش بگیره، چطوری استفاده بشه، حتی یه سری از ترکیباتش یه ترکیبه ها، ولی مثلا میتونه دو تا کاربرد داشته باشه، تو جای دو تا جای مختلف استفاده بشه. بریم که من بهتون توضیح بدم. خب من میرم سمت راستش که از آسونا شروع کنیم بریم بالاتر. خب قطعا میدونید که برای پرسیدن سن و سال از how old استفاده میشه. تا اینجا خیلی اوکیه، it's fine. و حالا جلوتر که بریم باش کار داریم. مثلا میپرسن که how old are you, how old is your sister, whatever. با این ترکیبات استفاده میشه و سن پرسیده میشه. حالا از اون حتی رایجتر سوال how are you هستش، چطوری. مثلا how is Sarah، امروز میخوام گیر بدم به اسم سارا، تو مثلا سارا چطوره. خب اینم اوکیه. how much، من فعلا معانی و ترکیبات ابتدایش رو میگم. بذارید بگم که معانی و مفاهیم ابتدایش رو بهتون میگم. how much، چقدر، how many، چه تعداد. how far برای پرسیدن مسافت استفاده میشه. مثلا میخوام بپرسیم که چقدر دوره یه چیزی. حالا تو مثالا بهتون میگم how long یعنی چه مدت، اوکی. و how late اصطلاحاً تا کی، و how tall برای پرسیدن قد، و how صفت. با اینم خیلی کار داریم. حالا بریم سراغ مثالاش ببینیم که چطوری است. خب ببینید توی مثال اولیش گفتم دیگه، با همون آسونم هم شروع میکنم، چطوری، حالا چطوره، how are you. یا مثلا سارا چطوره، how is Sarah. حالا سن رو میخواییم بپرسیم، how old، چند سالته، how old are you. حدیث چند سالشه، how old is حدیث. و مثال بعدیم نگاه کنید، میخوام بپرسم که چطور. اصلا بیسیک ترین معنی که ما از این کلمه how میشناسیم به معنی چطوره دیگه. میبینید اینی که الان براتون فلش کشیدم، how do you go to work، چطور میری سر کار. اوکی okay, how do you go to university، چطور میری دانشگاه. اوکی okay. و تا اینجا میدونم که اوکی بوده، خیلی براتون آسون بوده، هم خیلی میشنیدین قبلا و هم خیلی هم الان استفاده میکنید خودتون حتی، و it's okay. حالا گفتیم که یه ترکیب داره، برای چی استفاده میشه، بذارید زوم کنم راحت ببینید. how far میخوایم برای پرسیدن مسافت ازش استفاده میکنیم. اوکی برای پرسیدن مسافت از how far استفاده میکنیم، که ای چه جالب علامت سوال این اولی هم یادم رفته. مثلا میخوایم بپرسیم که تا چه مسافتی میتونی راه بری، چقدر دور اوکی میتونی راه بری. حالا اصطلاحی اینطور میشه دیگه، تا چه مسافتی رو میتونی راه بری. how far can you walk، how far can you walk، که مثلا شیراز از اینجا چقدر دوره، چقدر مسافتشه. اوکی how far is Shiraz from here، how far is Shiraz from here. پس how far برای چی بود؟ مسافت.
خب حالا بعدی ببین how long رو بذار من اینطوری بهت بگم که هم برای اینکه بخوای بگی چه مدته. خب بذار کجا بنویسم براتون، هم برای مدت، خب آخرش اونجا نوشتم، هم طول فیزیکیه. حالا تو مثال های جلوتر میبینیم. اوکی مثلا چه مدت طول میکشه که برسی اینجا؟ How long will it take you to get here? How long will it take you to get here? چقدر طول میکشه برسی اینجا؟ یا مثلا چه مدت ما باید اینجا منتظر بمونیم؟ Wait میبینی؟ How long should we wait here? How long should we wait here? و دوباره میخواد بپرسه که مثلا این فیلم چقدر طول میکشه؟ مدت زمان این فیلم چقدره؟ How long is the movie? How long is the movie? و حالا گفتم برای مثلا طول فیزیکی یک چیز هم حالا بخوایم بپرسیم استفاده میشه دیگه. میخواد بپرسه که اینجا river نوشتم براتون به معنی رودخونه هستش، میخواد بپرسه که طول این رودخونه چقدره. پس خیلی راحت میگه که how long is the river، یعنی طول این رودخونه یا رودخونه چقدره. پس اینجا در مورد چی پرسیده؟ این کاربرد دومشه که هم گفتیم مدت هم طول فیزیکی. پس اینجا که ریور رو آوردیم برای طول فیزیکی استفاده میشه. بریم بعدی. خب و how much عزیز و پر کاربرد. ببینید ما برای how much میگیم که هم معنی چقدره، خب چقدر چه مقدار، هم برای پرسیدن قیمت استفاده میشه بچه‌ها. یعنی ما که میپرسیم how much اینجا اکثرا جواب میدن چقدر چه مقدار، ولی قیمت هم میپرسیم. مثلا چقدر پول داری؟ How much money do you have؟ میبینی اینجا پرسیدیم. یا مثلا چقدر زمان نیاز داری؟ How much time do you need؟ حالا قیمت این تیشرت چقدر؟ یعنی این تیشرت چند؟ How much is this t-shirt? Okay. Is this t-shirt? How much کم اولش میاد. و فقط برای یه چیز قیمت یه چیز رو میشه پرسید؟ نه. قطعاً بابای. قطعاً برای پرسیدن قیمت چند تا چیز هم استفاده میشه. مثلا How much are these books? قیمت این کتابا چنده؟ این کتابا چند؟ و How many؟ چند تا؟ چه تعداد؟ اوکی چند تا هستش. ولی یه نکته داره بعد how many، بچه ها تو مثال ها هم الان میبینید که اسم رو میخواید بپرسید چند تا چی، باید جمع بیارید how much، ببخشید how many. حالا چند تا کتاب خریدی؟ how many، ببین books نوشتم ولی اس جمع داره. how many books did you buy؟ چند تا کتاب خریدی؟ یا چند تا دوست داری؟ نگاه کن friends اس جمع داره. How many friends do you have؟ پس بعد how many اس جمع بیار. و بریم بعدی. قد یه نفر رو میخوای بپرسی با how tall بپرس. اوکی پرسش در مورد قده. قده چقدره؟ How tall are you؟ یا قد ساره چقدره؟ How tall is Sarah؟ اوکی پس بعد how tall is are، یا حتی مثلا در مواقع استثنایی قدم چنده؟ اوکی پس با این امویزه آره میتونید بازی کنید. و how late گفتم بهتون اولش اصطلاحاً معنی تا کی میده. مثلا میری مغازه میخوای بگی که ببخشید تا ساعت چند بازی شما میکه؟ how late are you open؟ اوکی how late are you open؟ یعنی مغازتون شما تا ساعت چند بازی، تا کی بازین؟ یا مثلا میخوای اون یکی مغازه رو بپرسی این مغازه مثلا تا ساعت چند بازه، تا کی بازه؟ how late is this store open؟ how late is this store open؟ و ترکیب مورد علاقه خودم how با adjective. adjective بچه ها گفتیم صفت، اول ویدیو بهتون گفتم how صفت میشه چقدر
حالا اون معنی اون صفته. مثال پایین رو نگاه کن. من بعد how sweet آوردم به معنی چرا اینجوری نوشتم؟ به معنی شیرین هست. خب حالا نگاه کن، میگه که اون کیک چقدر شیرینه. How sweet is that cake. یا پایینش رو نگاه کن، بعد how من چی آوردم؟ fast به معنی سریع. حالا میخوام بپرسم که چقدر سریع میتونی رانندگی کنی؟ How fast can you drive? Okay. و این هم از پایان آموزش این بخش که من حالا براتون سعی کردم که تمامی عباراتی که با how میاد و کاربردی ترین هاشو البته با مثال براتون توضیح بدم که بتونید راحت، واقعا سوالات خب خیلی کاربردی هم هستن، ساختارهای خیلی کاربردی هستن که بتونید به راحتی توی مکالمات روزمره‌تون استفاده کنید. سابسکرایب چنل یوتیوبمون و همچنین فعال کردن اون زنگوله بالا یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. تا فور ناو.